بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت برای بچه های گل مسلمان تیوی یه خبری منتشر شده که عربستان سعودی به یمن حمله کرده خب تقریبا دو ماه پیش هم این اتفاق افتاد اما زور یمنی ها چربید و سعودی ها به نوعی عقبنشینی نشینی کردن اما همزمان با اینکه در یمن تظاهرات بسیار گسترده ای میشه و مردم یمن با شعارهای جالبی که میدن خطاب به ایرانی ها میگن که دوباره تلاویو رو مورد عنایت قرار بدید همین امروز این کلیپ اومده بیرون داخل تلگرام و ایتا هم گذاشتیم لینک شبکه اجتماعی اون زیر همین ویدیو هست میتونید عضو بشید خب توی نماز جمعه ای که خطاب یمنی ها به ایرانی ها اینه که به تلاویو دوباره حمله کنید نقش سعودی ها این وسط برای قبارالود کردن فضا چیه تو وعده صادق سه احتمالا یک جنگ ترکیبی بسیار پیچیده و شگفت انگیز رو شاید خواهیم بود که میتونه دخالت محور مقاومت رو هم به همراه داشته باشه امروز هم مقاومت عراق اعلام کرده که ایران حق داره از داخل خاک عراق به اسقاطیل حمله بکنه هرچند میدونیم این یه بحث فنیه به لحاظ نظامی که ایران چطور بخواد پاسخ بده و خب اسقاطیلی ها و شبکه های اسقاطیلی خصوصا این خیلی تلاش کرد که این رو جا بندازه که ایران میخواد از عراق حمله بکنه خب برخی ها این رو به منزله ترس و یا به نوعی دست خالی ایران برای حمله از خاک خودش یا عقب نشینی تلقی کردند و معتقدند که ایران باید از خاک خودش مثل وعده صادق یک و دو به اسقاطیل حمله بکنه این حمله هم باید جوری باشه که به هر حال اون بازدارندگی لازم رو ایجاد بکنه حمله از عراق خب مستلزم اینه که شما تجهیزات و تسلیحاتی رو اونجا مستقر کرده باشی از قبل و آمادگی یک حمله همه جانبه رو داشته باشی آیا این امکان فراهم شده یا نه خب یه بحثه و اینکه اون بحث حیثیتی مسئله که گروه مخالف از میکنن بهش و میگن که ایران باید از خاک خودش حمله بکنه کار رو یه مقدار پیچیده میکنه اما آیا این به معنای همکاری محور مقاومت عراق هست ممکنه باشه کمان اینکه الان و امروز که با شما صحبت میکنم عراق چهار پنج حمله پهبادی به تأسیسات مهم و اهداف خاص داشته حالا مناطقی هم در شمال توسط حزب الله زیر ضرب رفتن من تا به خاطر اون سانسور و بایکوتی که وجود داره فیلم ها با تأخیر میاد بیرون اما همین بس که اسقاطیلی ها با جنگنده ها دنبال پهبات ها هستن یعنی حزب الله پهبات های پیشرفته تری رو داره به کار میبره و به نوعی رژیم سهیونیستی با یک چالش جدیدی مواجه شده که تلاش میکنه سانسور رو به حد اکثر ممکن برسونه اما خب بعضا فیلم ها داره میاد بیرون اتفاقی که داره این بین میفته و شیطنت سعودی ها در حمله به یمن میتونه به نوعی مشغول کردن یمن به سعودی ها باشه تا زهر ضربه سنگین ایران که ممکنه البته باز تاکید میکنم ممکنه که با همکاری محور مقاومت باشه یه مقدار اون زهر رو بگیره سودی ها به هر حال به نوعی وسط باز هستن این تو سالهای گذشته دیگه بر همگان اثبات شده از یک طرف بحث پترودلار مطرح میشه که گذشته شده کنار از یک طرف بحث بریکس مطرحه که امروز مدودوف میگه که به زودی حباب دلار میترکه یعنی با این ارزی که در بریکس عرضه میشه و کشورهای عضو با اون پول مبادله میکنن به نوعی باعث کنار رفتن دلار میشه و باعث میشه که حباب دلار بترکه خب سعودی ها وابسته به این مسئله هستن از سال گذشته تلاش کردن با چین ارتباطاتی بگیرن پترودلار رو بذارن کنار یعنی نفت در مقابل دلار و برن به سمت یوان چین و اگر این اتفاق بیفته خب و 25 درصد اقتصادشون رو فعلا جدا کردن اما 75 درصد باقی به نوعی فشار اقتصادی به ها هم وارد خواهد کرد علا رقم این که نفت زیادی دارن میفروشن تو شرکت های آمریکایی دارن سرمایه گذاری میکنن و به نوعی دارن اقتصاد خودشون رو از طریق ارتباط با آمریکا میچرخونن از طرفی تقابل چین و آمریکا رو دارن میبینن شکلگیری یک نظام مالی جدید در بریکس رو دارن میبینن و از طرفی به خاطر اون مسائلی که در سیاست سعودی ها اتفاق افتاده گرایش به غرب و اسلام آمریکایی که نفوذ و رسوخ پیدا کرده در عربستان سعودی در کنار اینکه به دنبال عادی سازی روابط با اسقاطیلیا هستند به نوعی بازوی اسقاطیل میخوان در منطقه باشن برای اینکه توجه آمریکایی‌ها رو جلب بکنن بتونن در برابر پیشرفت هسته‌ای و حتی الان دیگه این اواخر شایبه های اتمی شدن ایران مطرح میشه بتونن دست گدایی دراز بکنن به سمت آمریکایی ها و همونطور که همیشه گفتیم گاو شیردهی هستن برای آمریکا باز بتونن گاو شیرده باشن که اون بحث تأسیسات فنی در زمینه ای انرژی هستهی رو حداقل از آمریکایی‌ها بگیرن به خاطر اینکه چشمانداز اینها اینه که اگر ایرانی که با این وضعیت فعلی در منطقه آقایی میکنه یک محور مقاومتی رو شکل داده اگر در هسته ای پیشرفت های چشمگیری داشته باشه که داشته و خودشون میدونن و اگر فردا بمب اتم داشته باشه کار سودی ها خیلی سخت میشه سودی هایی که یمن با زدن آرامکش تقریبا معادلات جنگ رو عوض کرد 8 سال ظلم و جنایت سعودی ها و اماراتی ها رو که به پشتوانه آمریکا داشتن اونجا جنایت میکردن این رو متوقف میکنه بنابراین برای اینکه مقابل ایران بیستن چون مستقیم نمیاد مقابل ایران بیست سعودی به نوعی میخواد غیر مستقیم نقش خودش رو بازی کنه با تضعیف یمن یا حداقل مشغول کردن یمنی ها به خودش به نوعی از کمک یمنی ها به ایران کم بکنه و ایران ضربه ای که قرار هست به اسقاطیل بزنه زهرش گرفته بشه قافل از اینکه ایران به تنهایی از پس رژیم صهیونیستی برمیاد رژیمی که کودککش آمریکایی ها پشتشن تمام تجهیزات و تسلیحات مورد نیازش رو دارن میدن بودجه های سنگین بهش اختصاص میدن اما با این حال این رژیم در برابر ایران حرفی برای گفتن نداره دیروز یه برنامه منتشر کردیم صحبت ها و تحلیل های اسکات ریتر هست درباره نفوذ ایران در سیستم اسکاتیلی ها از سال 2006 به بعد رمزگشایی مکالماتشون خب الان شما پیجر ها رو میبینید در لبنان اون فاجعه رو به بار میاره به خاطر اون بحث نفوذ هست جاسوسی هست خرابکاری هایی که وجود داره اما شما نگاه بکن 2006 یعنی 18 سال قبل ایران و حزب الله تونسته رمزگشایی بکنه از سیستم رادیویی و ارتباطی بیسیم اسقاطیلی ها و آمریکایی ها حتی تو سرنگونی پهپاد آرکیو 170 پس ایران خودش به تنهایی از پس رژیم کودککش برمیاد با این حال که آمریکا داره تمام قدرش دفاع میکنه حمایت میکنه و به نوعی پشتیبانشه اما به نظر میرسه که سعودی ها دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن برای اینکه یک امتیازی بگیرن وگرنه در اصل ماجرا و در سنگین بودن وعده صادق سه هیچ شک و شپهی وجود نداره انشالله جمهوری اسلامی ایران با قدرت و قوت تمام این کار رو انجام میده اسقاطلی ها رو ادب خواهد کرد سر جاشون مینشونه و این وسط اون یک ای که خوشبین هستن به عربستان که آقا ببینید سودیا اومدن درخواست دادن که یک رزمایش مشترک دریایی مثلا داشته باشیم دوست عزیز اگر سیاست همینقدر ساده بود که باید درخواست رزمایش ما قش و زفت کنیم که آقا ببین اینا اومدن سراغ ما و فلان نه اینجوری نیست بله او به قدرت تو از آن داره میدونه چی در چنده داری اما با این ظاهر سازی ها با این اقدامات حتی ممکنه بحث جاسوسی باشه ممکنه اینها بخوان از این طریق داشته های ایران رو به نوعی بسنجن ببینن ایران چی داره اطلاعاتی رو بتونن بلکه به دست بیارن هرچند خب تو رزمایش ها اینطور نیست که اون تجهیزاتی که قرار نیست دشمن ببینه بیاد رونمایی بشه بله در برهی از زمان شما یک رزمایشی داری در داخل تسلیحاتی به نمایش در میاد حتی اسامی این تسلیحات گفته نمیشه فقط اون منوری که در منطقه عملیاتی داره به تصویر کشیده میشه اون هم با فاصله دور مبهم که کسی متوجه نشه فقط میخواد قدرت جدید تو رو به دنیا نشون بده این مثال ساده ای هست برای اینکه این نزدیک شدنه میتونه بحث جاسوسی رو پررنگ بکنه میتونه بحث اعتماد سازی رو رقم بزنه که آقا ببینید ما دیگه اومدیم ما شما دوست شدیم کشور همسایه هستیم و مسلمانیم و فلان از این حرفا ولی از اون طرف به پشتوانه حمایت های آمریکای جنایتکار به یمن حمله بکنه که بخواد محور مقاومت رو تضعیف بکنه یعنی به نوعی یار کمکی ها در منطقه بشه اسقاطیل خب نمیتونه در 4 5 جبهه جنگه در غزه در باتلاق بود نمیتونست به لبنان حمله بکنه بعد از اینکه غزه رو به خاک و خون میکشه با خاک یکسان میکنه تازه یک فرصتی پیدا میکنه نیم نگاهی به لبنان داشته باشه و وقتی با لبنان درگیر میشه وارد معرکه زمینی میشه اونجا هم زمینگیر میشه اما وقتی حمله ایران قرار صورت بگیره بعد از این جنایتی که مرتکب شدن و خط قرمز ایران رو رد کردن الان به دست و پا افتادن بحث آتش رو مطرح میکنن و این آتش به نوعی زمان خریدن برای تخریب لبنان مثل غزه قبلا یه برنامه داشتیم تقریبا دو سه هفته پیش گفتم اگر ما دیر به جنبیم لبنان غزه دیگری خواهد شد نه از این جهت که لبنان از بین بره حزب الله از بین بره یا مردمش از این جهت که اونها میدونن با زمان خریدن و به نوعی عقب نشینی سایرین یا به نوعی خونسا کردنشون نسبت به این حالتی که وجود داره مثلا ایران بگه که حالا مشکلی نیست حزب الله داره مقابله میکنه اتفاق خاصی نمیفته یه دیگه هم در داخل بگن که خب داره آتش بس میشه دیگه ما اگر حمله بکنیم اون آتش بس از بین میره و فلان و اینها مماشات کنن اهمال کاری کنن این به نفع اسقاطیلی هاست یعنی از این زمانی که به دست میاره میتونه تخریب های بیشتر و گسترده تری داشته باشه دست بالا در مذاکرات داشته باشه و اگر بنا باشه آتش بسی صورت بگیره اوست که تعیین کننده است نه جبهه مقاومت بنابراین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که عربستان سعودی به عنوان یار کمکی اسکاتیلی ها اومده جبهه مقاومت رو تضعیف بکنه یعنی یه بخشی از کار رو انجام بده باری رو از رودوش اسکاتیلی ها برداره هرچند این حملات بعید میدونم گسترده و مداوم باشه چون اگر بخواد کار به اونجا برسه یمن یمن سالهای گذشته نیست نشون داده که موشک بالستیک داره موشک هایپرسونیک داره و این بار زدن آرامکو مثل سابق نخواهد بود به یک بار اکتفا نمیکنه یمنی ها نشون دادن که در مبارزه با دشمن بسیار مصمم با غیرت و متعصبن و این کار رو برای سعودی ها سخت خواهد کرد بنابراین جست گریخته حرکت های انجام میدن شاید ممکنه در حال تست یمنی ها باشن که ببینن واکنششون چیه اونها رو میخوان بسنجن ببینن چه عکس از خودشون نشون میدن ولی با تمام تفاصیر هر اتفاقی تو منطقه بیفته سعودی ها نفعی نمیبرن از این مسئله شاید به صورت موقت به نفع آمریکا و رژیم کودکش سهیونیستی باشه اما عربستان چیزی گیرش نمیاد اینجا چون یمنی که میتواند آمریکا و اعتلافش رو زمینگیر کنه و اجازه نده کشتی به سمت اسقاطیل حرکت بکنه قطعا میتونه جلوی صادرات نفت سعودی ها رو هم بگیره و اینجاست که به نفع سودیا نیست بخوان با یمنی ها در بیفتن و اقداماتی رو انجام بدن که اونها رو تحریک بکنه برای یک جنگ تمام ایار و شروع یه نبرد تازه با تسلیحات جدید مدرن و قدرتمندی که در اختیار یمنی هاست امیدوارم که هرچه زودتر محور مقاومت ضربه اساسی رو به رژیم استکبار و ایادی در منطقه بزنه طوری که به هیچ عنوان فراموش نکنن این ضربه رو و بازدارندگی لازم رو داشته باشه که نیازی به تحرکات جدید نباشه یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون